از تصاویر شما مربوط میشه به حادثات سالهای جنگ و بعضی از یک قسمت دیگه از تصاویر شما هم تصاویری هستن که بیشتر جنبه هنری دارن. شما در قسمت چی میگوین؟ ما عکسای ما و بیشتر شما گفتین و دو دسته تقسیم کردیم، یکی عکسای حوادث جنگ است و دیگه عکسای هنری است. بله. عکسای حوادث جنگ در طول 12 سال جنگ در کشور که هنوز هم بار از جنگ بر سر شانه های مظلوم مردم ما پیش میبرن، بینیده های محترم میبینن تصاویره. بله. که صحنه‌های بسیار دلخراش است. بله. و به خصوص از این تصاویر ما یک تصویرش که بسیار تکان دهنده است برای خودم همیشه. بله. طفل معصومی را شما میبینین در این پرده تلویزیون و هفت جسدی که از مربوط به فامیل از این طفل است. و این طفل تنها از این فامیل باقی میمونه که کلگش از بین میرن و به تاریخ 28 سرطان 1368 در یک فامیل مظلوم بیچاره حملات راکتی صورت میگیره. بله. و از او فامیل یک طفل معصوم باقی میمونه، دیگه همگی از بین میرن، که شخصا برای خودم بسیار تکان دهنده بود. و دیگه حکسای هنری است. زیادتر به ولایات سفر کردیم، کوشش کردیم که حکسای از مناظر تاریخی، از زیبایی طبیعت، از پورتریتا حکس بگیرم و تا اندازه تانستیم که و حکسا را گرفتیم و به اختیار هموطنهای خود، به اختیار مجله ها گذاشتیم به چاپ. خب ده اینجا چی پلان های را دارین؟ آیا نمیخواین یک ساد ارگان نشر شوه؟ ما اینجا اطور یک تصمیم دارم برای که 12 سال جنگ تصاویر زیاده ما نزد خود دارم و میخوایم با فاکت ها و ارقام یک فوتو هلبومی به نشر برسانم و که ثمره 12 سال جنگ چی بود؟ بله. کی ها کشته شدن؟ بله. چقدر مردم ما آواره و مهاجر شدن؟ و چقدر افراد از بین میرن، جوان ها؟ این رو میخوایم که یک هلبوم بکشم به اختیار مردم بگذارم. بسیار خوب. و عکسای هنری را تا اندازه تانستیم که چاپ کنم برای دوستا مراجعه کردن، تلفن کردن، به اختیارشان بگذارم و تصمیم دارم که از این عکس ها به شکل پستکارت برای مردم عرضه کنم تا مو مناظر تاریخی کشور و زیبایی طبیعت همیشه با خود داشته باشد. خب ما بر شما موفقیت آرزو میکنیم، اما میخواستیم بفهمیم که بغیر از اینکه شما همکار هستین با پروگرام تلویزیونی هندوکش، دیگه چه مصروفیت های دارین در حال حاضر؟ مصروفیت دیگه در بعض محفلهای دوستا تلفن میکنن، محفل خوشیشان برشان فیلم برداری میکنم. بله. با کوالیتی بسیار خوب. بله. چون مسلک ماست و اونا همیشه از من راضی هستن، محفلشان فیلم برداری کرده و اختیارشان میگذارم. بعضی دوستا تلفن میکشن تصاویر ضرورت دارن برشان هم چاپ میکنم به اختیارشان میگذارم. فقط زیادتر مصروفیت ما سر آلبوم حوادث جنگ است که سر از او کار کردم میرم که به یک شکل درست باید نشر شود. آقای عبوی، یک عدد از بیننده های عزیز ما آدرس و نمره تلفن شما را از ما خواسته بودن، اگه امکان داشته باشه برای بیننده عزیز مستقیما شما خودتون نمره تلفنتون رو بگوین یا آدرسی که اونا بتونن با شما تماس مستقیم داشته باشن. آدرس دیگه با یک شماره تلفن دارم، امور به اختیار بیننده های محترم تلویزیون میگذارم که محفل خوشی داشتن میتونن
برام تلفن بکشن. بله. 270-81-34 شماره است. 270-81-34. به خاطر از اینکه تا بیننده‌های عزیز زیرا نوت میکنن، حتماً وقت را در بر میگیره. و بسیاری وقتا ما خب با شما در استودیو تلویزیون هستیم، اینه بله. کار میکنیم. خب آقای عبوی، ما به شما موفقیت های هرچی بیشتر آرزو میکنیم و صحبت های خوبتان هم تشکر میکنیم. تشکر از شما.